اهم الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. مهمترین غزوه هایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادند. الغزوات تصل، يقول بعض العلماء، تصل الى 29 غزوه. برخی از علما گفتند که تعداد غزوه های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 29 غزوه میرسه. اهم هذه الغزوات سبع. که در این میان 7 غزوه از همه مهمتره. غزوه بدر. غزوه بدر التي كان فيها نصر للإسلام والمسلمين. که در این غزوه پیروزی از آن اسلام و مسلمین بود. قله. هرچند اندک بودند. لا عتاد ولا عده. و توان رزمی و آمادگی جنگی قبلی نداشتند و تعدادشون هم اندک بود. لم يخرجوا للقتال. و حتی به قصد جنگیدن هم بیرون نشده بودند. نصرهم الله. الله متعال بهشون یاری رسوند و پیروزشون کرد. نعم. الثاني غزوة أحد. دومین غزوه مهم غزوه احد بود. هذه الغزوة ترتب عليها من الحكم الكثيرة. این غزوه حکمت‌های فراوان و درس‌های بسیاری در خودش داشت. لا نخالف الشريعة. اینکه با شریعت مخالفت نکنیم. قد تكون مخالفة يسيرة تؤدي إلى خطر كبير. به طوری که یک مخالفت کوچک با شریعت پیامدهای وخیم فراوانی در پی خواهد داشت. لابد ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يموت. اینکه بدانیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بشر هست و مانند هر بشری دچار مرگ میشه و میمیره. ماذا نصنع اذا مات النبي صلى الله عليه وسلم. و از حکمتهاش اینه که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم میمیره چگونه عمل بکنیم و چه کنیم. لا احد من العقلاء يقول ان هذه هزيمه في احد. هیچ کس هیچ عاقلی نمیگه که این شکستی برای مسلمانان در احد بود. لكن حكم ترتبت على ما حصل في احد. بلکه آنچه که در احد روی داد حکمت هایی در خودش داشت که برخیش رو برشمردیم. نعم. الخندق او الاحزاب. غزوه خندق یا غزوه احزاب. تجمع الكفار ومن عاونهم. کفار و یاریگران آنها و احزاب کفر علیه اسلام و مسلمین گرد هم آمدند. ابتلاء و امتحان شدید. و این آزمونی سخت برای مسلمانان بود. حوصر النبی صلی الله علیه و سلم و من معه من الصحابه من الداخل و من الخارج، من الخارج الكفار و من الداخل اليهود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در محاصره داخلی و خارجی قرار گرفتند، از خارج از سوی کفار و قبایل کفر و از داخل از سوی یهودیان. صرفهم الله. اما الله متعال شر اونها رو از رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها دور کرد. بعد هذه الغزوه غزوه الخندق ما استطاع كفار مكه ان يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد از غزوه احزاب بود که دیگه شوکت کفار قریش در هم شکست و نتونستند بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها یک شبیخون کلی و بزرگ رو ترتیب بدند. خیبر. خیبر ضد اليهود. که در برابر یهود این پیکار انجام شد. و تبوک. و همچنین غزوه تبوک. و فتح مکه. و فتح مکه از دیگر غزوه های مهم هست. نعم. و حنین. و همچنین غزوه احد. حنین. اهل الطائف. که در طائف به انجام رسید. هذه اهم الغزوات التي لابد ان المسلم يدرس هذه الغزوات، ينظر ما فيها من الحكم والعبر. این 7 مورد مهمترین غزوات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که شایسته است مسلمان درباره اونها مطالعه بکنه و درس ها و حکمت هایی رو که درش هست فرا بگیره.